بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت همه شما شاگرده عزیز و دوست داشتنی و با امیده که همیشه صحت و سلامت باشین شاگرده عزیز امروز بخیر موضوعی که ما شما میخوانیم رابطه هست و اهداف درسی که بخیر باید در آخر درس ما شما به او برسیم و شما بیشتر یکی که تعریف رابطه و رابطه مدل و شاگردان بیاموزند ناهی تعریف و ناهی قیمت های رابطه را دریافت کرده بتوانند تعداد رابطه ها و از A در B را دریافت کرده بتوانند معکوس یک رابطه ناحیه تعریف و ناحیه قیمت شما و خیر در این قسمت تعیین کرده بتوانید خب شاگرد از چون موضوعی درس ما امروز موضوعات زیاد هست به خاطر همین مثلا مینیم سر موضوع درس ما خدا کنه که کارخانگی درس قبیل انجام داده باشین کارخانگی هایتان شاگرد عزیز بسیار زیاد مهم است کوشش کنید روزانه وقتی که من تدریس میکنم شما کارخانگی را انجام بدین که بر روز بعدی باز دهی درس مشکل نداشته باشین شما میفهمین درست است شاگرد عزیز بسیار خوب خب در قسمت موضوع امروز ما که رابطه هست خب ما اینجا سه تعریف داریم در قسمت رابطه این سه تعریف باید ما حتما در نظر داشته باشیم اگر A و بی دو سطح غیر خالی باشه پس هر ست فرعی A در بی یک رابطه است از A در چی؟ از A در بی دومش گفته که اگر ای و بی شامل ست چی باشه؟ شامل ست آر باشه پس ای و بی با هم رابطه داره و ما میتونیم A رابطه ای و B رو کنیم A رابطه داره با چی؟ B. و سیومش گفته اگر آر یک رابطه از A در چی باشه؟ آر یک رابطه باشه از A در B پس آر ما میتونیم بگیم که ست فرعی A در B هست پس اگر آر یک رابطه باشه از A در B پس ما میتونیم بگیم که آر یک ست فرعی چی است؟ آر یک ست فرعی A در B هست و اگر آر یک ست فرعی باشه از A در A پس آر میتونیم بگیم که یک رابطه در ای هست این موضوع تعریف هایی هست که بسیار زیاد مهم است و این رو توسط مثال به شما واضح میسازم ببینید که این به چه شکل هست. ما شما میریم به خیلی سری مثال خب سه در کتاب که باز کنید صفحه 61 کتابتان صفحه 61 کتابتان رو باز کردین دیدین خب ببینید دقیقت همین موضوع رابطه, رابطه ما هست از صفحه صفحاتی که اگر من اینجا به شما نوشته کنم از 61 الی چند از 63 کتاب هست که این بسیار مهم است و شما باید همین کتاب رو باز کنید و ببینید ببینید یک مثال هست گفته اگر A باشه x و y و بی باشه یک و دو ای باشه x و y و بی باشه یک و چی یک و دو شما به شما میگه که ای در بی را پیدا کنید خب ای در بی را پیدا میکنیم ای ضربه ای حاصل ضرب کارتیزنی یعنی ای ضربه بی را پیدا میکنیم ببینید ای ضربه بی چی است اکسو یک گفته بودیم به شما ایکس دو وای یک وای چی دو سه عزیز ما گفتیم چطور بفهمیم که چند انصر داره ای دو انصر داره و دیگه ضرب ای دو انصر کنیم چند انصر میشه چهار انصر یعنی ما به شکل چهار جوری مرتب باید چی کنیم نوشته کنیم یکی دو تا سه تا چهار تا حالی ما میخوایم رابطه ای را یک سه تا فرعی را, را پیدا کنیم ببینید سه تا فرعیشه اینجا به ما گفته که چهار سه تا فرعی را پیدا کنیم درست است ببینید اول شما یک فرمول می داشته باشیم با سه تا فرعی فرمول برای دریافت سه های فرعی از این فرمول استفاده میکنید دو به توان چی دو به توان n خب میگیم دو به توان ای ضرب بی چند جوری مرتب داره آفرین چهار جوری مرتب دو به توان چهار چند میشه دو دو چهار 4 دو هشت 8 دو شانزده. پس ای در بی چند انصار شد؟ 16 دقیقه جوری مرتب من باید 16 ست فری داشته باشم از این 16 ست فری به ما میگه چند ست فریشه شما پیدا کنین؟ 4 ست فریش پیدا کنین میبینین که چطور پیدا میکنم 4 ست فریشه؟ من میگم که در حقیقت آر یک یعنی ستفری فری اول ما تنها نوشته میکنم X1 و X2 ست فری دومش رو پیدا میکنم اکس یک اکس اکس و یک و, و وای یک صتا فری سههمشه پیدا می کنم اکس و یک وای دو و چهارومشره پیدا می کنم مثلا اکس و دو ببینید با اینجا یک گپی در قسمت پیدا کردن دریافت ستهای می میگم یک ستفری میشه دو میشه سه میشه چهار ست فری. یعنی هر کدامش جدا جدا من نوشته یک سه است این بگیرم اولی رکت سومی بگیرم این رکت اولی و اولی کت چهارم است دومی ما بگیرم کت دومی دومی رکت سیومی یک سه کل ست ای در ما میتونیم دقیقاً آر 5 ما و شما اگر نوشته کنم آر 5 یعنی سه پنجم ما میتونم کلش کنم 1 اکس 2 اکس وای 1 وای دو این را ما گفتم میتونیم که چی هست یک ست فری هست یا مثلا در ست فری اول دوم سه چهارم ست فری پنجم در ست فری شش هم میتونم بگیرم ست خالی یا هم یک ست فری بوده میتونه درست است پس اینجا ما باید شانزه ست فری را کنیم از جمله 16 ست فری از ما چند ست فری خواسته بود دو ست فری اینا ما من پنج ست فری به شما نوشته کنم سایش شد چگلی عزیز حالی در اینجا ما رو به شما میگیریم ببینید ما چطور میتونیم دومین ما توسط همین سوال همین سوالی که اینجا گفته شده ما دومین یا ناهی تعریف و رنج یا ناهی قیمت ها را ما به شما اینجا چی میکنم توسط همین مثال کار میکنم گفتم البته به شما شاگردی عزیز مثال دستون در کتابتان زیاد است مگر تمام مثال رو کار کنم وقت برنامه کم است نمیشه بنا یک مثال در نظر گرفته دومین رنجش رو پیدا میکنیم توسط همین مثال درست است باز یک مثال دیگه هم قریب کار میکنیم ببینید دومین یا ناحیه تعریف تمام عناصر اول یک رابطه هست چی از شاگده عزیز؟ ببینید دقیقت اینجا دومن یا نهایی تعریف و ما میگه تمام عناصر اول یک رابطه هست این من یک گپ به شما در یک قسمت دومین به شما بگم که بسیار زیاد مهم است زمانی که میخوایم دومین و رنج یک رابطه را پیدا کنیم ما شما این را میفهمیم که آر ست فری مساوی به ای در بی هست این چه مانا فری مساوی؟ یعنی که آر یک رابطه هست آر یک چی است، رابطه هست این رابطه ما ما گفتیم ما میتونیم به یکی از رابطه ها تمام عناصر ای در بیرام نوشته کنیم آیا تمام عناصرش با این مساوی نیست یعنی اگر ما بگیم در اینجا آر نوشته می کنیم چی میگیم شاگرد عزیز ببینید میگیم آر مساوی هست با دای اگر میگه انصار ای ما ای چیز باشه و بی ما ای چیز باشه رابطه را پیدا کنین خب رابطه ای که ما پیدا میکنم تو کل ست است اکس و یک دقیقت رابطه همو آسل ضرب کارتیزیانی یعنی ای ضرب است وای یک وای دو این دقیقت رابطه ماست ما رابطه را پیدا کردیم حالی از این که ما رابطه را پیدا کردم دومین و رنج در این رابطه پیدا میکنم دومین رنج در چی پیدا میکنم؟ در رابطه پیدا میکنم متوجه مسئله باشین پس من میگم دومین همین رابطه ما مسایی و چی است؟ تمام عناصر چی؟ عناصر اولی البته همین موضوعی که ما به شما میگم در این قسمت در صفحه چندم از شاگرد عزیز در صفحه 63 هست اما مثالش از دیگه صفحه هست. ببینید دومینش ما به شما میگم دومینش اکس است و دومینش چی است؟ وای است درست است و رنج اگر ما چون ایده به شکل قوس بعد نوشته نکنم نوشته کنم x و وای و رنجش چی است؟ یک و دو چون یک و دو تکرار است من دیگه یک و دو, یک و دو نوشته به شما نمیکنم. یک مثال بسیار خوبه در قسمت دومین رنج به شما داده در دا کتاب اصلا مثال استفاده میکنیم چون این 1 تکراری بود اکس و ایکس و وای به همین شکل ایکس است دو تا ایکس گرفتیم و وای به همین شکل است اولشان و عناصر دومشان رنج است یا دو یک دو یک شا گرفتیم یک حالا من توسط یک مثال دیگه ای که در کتابتان هست این ما نوشته میکنم ببینید مثال چی هست مثال دیگه ای که اگر من داشته باشم به شما خوب تر است خب اگر ای باشه البته از تمرین کتابتان کوشش میکنه میره حل کنم مثال کتاب خب یه از حل کردگی هست یک و دو و بی ما باشه سفر چهار شش خب با ما میگه که رابطه ای را پیدا کنین و همچنین دومین رنجش رابطه اول شما ببینید چند انصار داره سه ضرب دو چند میشه شش ما با شش انصار اول ای ضرب بی را پیدا کنیم کوشش کنید ضرب کارتیزیانی یا اگر رابطه هم را پیدا میکنین همون ضرب کارتیزیانی ما میگفتیم ست فریش است درست است آر ست فریش مساوی است همون را آر رو نمشته میکنیم خب ببینید چون گفته که رابطه را پیدا کنیم همون ای ضرب بی هست متوجه باشیم باز بی ضرب نمیشه ای ضرب بی هست یک و صفر یک و یک و شش درست است؟ دو سفر دو چهار و دو شش اینه من اینجا به شما آره پیدا کردیم. در حقیقت گفتیم آر ست فریم مسایی به ای در چی است؟ ای در بی هست درست است؟ آر واقع یک ست فریم و کل ست ما میشه نمیشه کل ست ما بیشتر به شما گفتیم خب آر پیدا کردیم شش انصار شد حالا میگه دومینش رو پیدا کنین. دومین همین رابطه رو پیدا کنین و رنج همین رابطه رو پیدا کنین. خب ما مسایی میگیریم دو چی است؟ گفتیم انصار اولش سه دانه یک از یک میگیریم و سه دانه دو از یکش میگیریم پس یک و اگر دستت نوشته کنیم بهتر است یک و دو دومینش هست است و رنجش سفر چهار و شش ببینید اینجا سفر چهار شش تکرار آمده پس شاگرده عزیز فامیدین دومین ماین رنج چه قسم به دست میاریم دومین ماین اولش است و رنج اناسر دومش است خب شاگرده مرکوز یک رابطه هست البته شما میتونین همین قیمت هایی که ما بهتان گفتم همین رابطه را شما در محور خودتان دیگه رسم کنین رسم ما یاد داده بودم در درس گذشته ما که بود چون ببینید درس گذشته و ایده است چقدر با هم ارتباط نزدیک داره خب مرکوز یک رابطه ببینید مرکوز یک رابطه را ما به تعریف میکنم نوشته میکنم آر منفی یک مسایی هست با وای و اکس طوری باشه که اکس و وای شامل در حقیقت چی باشه؟ شامل آر باشه ببینین در حقیقت اینجا چی به ما گفتم؟ مکوس یک رابطه چی است؟ میگه وای اکس توری باشه که اکس و وای شامل یک رابطه باشه در اینجا هدفشان چی است را گرده از زمانی که ما یک رابطه رو را نوشته میکنیم وقتی که انصار اکس و وای این ما تغییر بدیم یعنی انصار اکس شده در یک رابطه در یک جوری مرتب جای وای نوشته کنیم و انصار وایش به جای اکس پس اون میشه یک معکوس آر اگر من اینجا توسط یک مثال بتان نشان بدم مثلا گفته اگر آر ما مثال چندمه کتابتان هست مثال یک مثال کتابتان هست اگر آر ما گفته باشه یک و دو یک و دو دو سه و سه و چهار با ما گفته که معکوس ای را پیدا کنین ببینید معکوسش پشتر پیشتر بهتان گفتیم x و y باشه که اکس و وای شامل ای ببینید رابطه وجود داره بین x و وای. حالی باید اینجا چه می میکنیم تغییر میدیم چی نوشته میکنیم r منفی یک دو یک درست است سه و دو و چهار و چند چهار و سه پس اگر به ما بگن که دومین را پیدا کنین و رنج ای را پیدا کنین چی میگیم شاگردای عزیز؟ ما میگیم که دومین مکوس دومین مکوس تابع بخشید مکوس همی رابطه و رنج مکوس رابطه ما چی است؟ من نوشته میکنم دومین ای هست دو سه و چهار رنجش هست یک دو سه ببینین اگر ما بخوایم دومین ای را پیدا کنم من اینجا یک باریکی داره با شما این باریکی رو اینجا بتا نوشته میکنم اگر بخوایم دومین ای را پیدا کنم دومین خود آره یک دو سه و رنجش اگر ما بخوایم پیدا کنم دو سه چار ببینین شما بین آر دومین همین رابطه و دومین معکوس رابطه آیا ببینین کدام رابطه شما می‌بینید بسیار خوب ببینین دومین ای رابطه ما معکوس رنج رابطه ماست یعنی ببینید چه قسم شده دومین رابطه ما یک دوسی هست و رنج راب... ما یک دوسی هست دومین رابطه اصلی ما یعنی رابطه ما معکوس مساوی و رنج او هست و رنج رابطه ما هست دومین معکوس رابطه درست شد پس ای ببینید دومین رنجش به همین شکل است اگر از یه هم شما کار نکنین و تیگه رابطه داده جایش تغییر میدین باز هم به همین شکل میگین دومین اناسر اول است و رنج اناسر چی؟ دوم از باز اگر شما میخواستین که این با این تطبیق کنین یعنی بگین که چی رابطه دار رابطه شا با این می ببینین میبینین که دومین این رنج ای است و رنج ای رنج محکوس است کلیگی دیدن؟ نیاد گرفتین معکوس یک رابطه را؟ مشکلی نیست؟ بسیار خوب حال آخرین موضوع ما رابطه معادل هست خب شاگرد عزیز در قسمت رابطه معادل پیشر بهتان گفتیم که در قسمت آخر ما رابطه معادل هست ببینید گفتیم رابطه R در ست A یک رابطه معادل است. اگر سه خاصیت صرف کنند خاصیت اول خاصیت انکاسی هست خاصیت دوم خاصیت تنازلی هست و خاصیت سیم خاصیت انتقالی هست در خاصیت انکاسی چی میگه با ما و شما؟ برای x شامل a برای x شامل a ما نتیجه میگیریم که x و x شامل چی است؟ شامل یک رابطه است. خاصیت انکاسی چی مانا ببینید؟ خاصیت انکاسی میگه اگر ما تنها یک انصار داشته باشیم. برای هر x یا برای x شامل ست a ما داریم که x x شامل ست x r هست یعنی چی مانا؟ یعنی x با, آ... با, اکس x چی داره؟ رابطه داره یعنی یک ست یک انصار خودش با خودش هم میشه که یک رابطه داشته باشه فهمین چی بهتان گفتم؟ خودش هم میشه که با خودش چی داشته باشه؟ در حالت رابطه باشه یا رابطه داشته باشه خب دیگه خاصیت تناظری میگه با ما میگه برای x و وای شامل آر ما میتونیم نتیجه بگیریم که وای اکس هم شامل چی است؟ یک رابطه هست ببینید خاصیت تناظری به ما میگه میگه برای X و شامل آر وای اکس هم شامل چی است؟ شامل آر هست که یم در خاصیت دو میتونه است که باز من به شما مثال میگم و خاصیت سیم خاصیت انتقالی هست و برای انتقالی چی میگه؟ برای X و وای شامل آر و اکس زید شامل آر ما میتونیم نتیجه بگیریم که x خب برای x و y شامل و وای زد شامل r x و y شامل r و وای زد شامل r ما میتونیم نتیجه بگیریم که x و z شامل چی شامل آر هست البته این خاصیت خاصیت چندم از خاصیت سیوم هست که ما میتونیم این خاصیت سیوم رو به نام خاصیت انتقالی بگیم ببینیم این رو ما مییم توسط یک مثال البته ما میتونیم رابطه مساوات در اعداد حقیقی رو این یک مثال کار کنیم رابطه مساوات در اعداد هر شاگرد عزیز این خاصیت چی میکنه خاصیت صدق میکنه چه قسم خاصیت انکاسی ما میگیم برای x شامل اعداد حقیقی برای x اگر ما به جای ای اعداد حقیقی را در نظر بگیریم ما میگیم برای x شامل اعداد آیا x مساوی خود x نیست یا برای 5 شامل اعداد حقیقی آیا میتونیم بگیم که 5 مساوی به 5 است 5 با خودش مساوی نیست صحیح شد حال میریم در سر چی؟ در خاصیت تناظری آیا پنج و شش مثلا اگر ما در خاصیت در قسمت دوم ما داشته باشیم در دا البته خاصیت مساوات است پس پنج مساوی به پنج است خاصیت اول که انکاسی بود خاصیت دوم اگر ما در تناظری بگیم میتونیم بگیم که پنج مساوی به ده بر دو است و ده بر دو و مساوی به پنج است فلان تفاوت میه در مساوات خاصیت تعداد حقی یا مثلا در انتقالی بگیم میگیم اگر پنج مسایی به ده بر دو مسایی به 20 بر, پنج، بر چهار باشه هم آها پس میتونیم بگیم که پس ببینید در خاصیت دیگه چی گفته اگر x و پس اگر پنج مسایی به ده بر دو باشه و پنج مسایی به 20 بر فرض مثال چهار باشه ما میتونیم بگیم که ده بر دو مساوی به 20 بر 4 باشه ما از این نتیجه گرفته میتونیم که 5 مساوی به 20 بر 4 است 5 20 نمیشه این خاصیت به نام خاصیت مساوات در اعداد چی است در اعداد حقی یا من اینجا ده بر دو گرفتم کلش 5 است اگر 5 مساوی 5 باشه ده بر دو 5 مساوی 5 پس 5 به 5 مساوی است هیچ فرقی نمی کنه ما به خاطر این 5 مدلش گرفتم یعنی مساوات چه گرفتم 20 بر 4 ده بر دو فرقی نمی کنن.